بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، من محمد کاظمی هستم به اتفاق همکارم آرش ناصری. دومین قسمت از برنامه گفتگو مصاحبمون رو گفتگومون با مینا احدی ادامه میدیم. من در برنامه اول از مینا احدی که در اون فرآیند جوانی بود، دانشجو پزشکی بود، بعد با یک انقلاب عظیمی در ایران مواجه شد و مسیر زندگیش عوض شد. بعد مقدار ازشون از مبارزاتشون علیه اعدام سنگسار، به خصوص کیسایی که روش کار کردن و اولین کیس شهلا جاهد باشون صحبت کردیم، یک تیک از صحبتاشون رو پخش کردیم. در اینجا برنامه ادامه میدیم با دومی کیس که کیس نازنین فاتحی هستش. منتقدین این تو این کیس شما با خانم نازنین افشینجم که الان همسر فکر کنم وزیر دفاع یا وزیر جنگ کانادا هستش، منتقدین شما بیشترشون هم تو چه طیف چپ و کمونیست‌ها هستن، ازشون ایراد میگیرن که شما چرا با کسایی مثل نازنین افشینجم همکاری میکنید، چرا با رضا پهلوی تو میزگرد نشستید، و نهایتا اینکه شما با مقامات پارلمان های اروپا، اتحادیه اروپا، با اونا رفت و نشست و برخاست دارید. و دوست داشتم راجع به این مسئله مقدار توضیح میدارید. من تا قبل از این دوست داشتم از اتاق فرمان یه تیکه کوچیکی از صحبت های خود نازنین افشینجم هستش که کارهایی که ایشون کردم از زبان خودشون بشنویم و بعد از زبان شما. کمپین بین المللی شروع کردم، اولم با یه تومار شروع کردم که این تومار بیشتر از 350,000 امضا جمع کردیم و با نمایندای پارلمان دور دنیا صحبت کردم، هم تو کانادا هم در کشورهای اروپا، با سازمان ملل ملاقات کردم، گفتم که باید فشار بذاریم رو ایران و همینطوری سخنرانی دور دنیا و با خبرنگارای مختلف و اینطوری خیلی ها دور دنیا کمک کردن. هم همکاریم مینا احدی خیلی کار کرد و کلیپ شنیدیم نازنین افشینجم گفت که با کسای زیادی همکاری کرده، با خصوص اسم شما رو برد که شما همکاری نزدیکی باشیم داشتیم. دوست داشتم راجع به کل این ماجرا صحبت کنم. من نازنین افشینجم رو اصلا نمیشناختم. من باید تصور کنید که آدمی هستم که دارم کارم رو میکنم تا اونجایی که به علیه اعدام برمیگرده و تو این دویی که دارم انجام میدم، دوی ماراتون، یه دفعه میبرم یه عده دیگه هم دارن این کار رو میکنم و با هم مثلا بعضی کارا رو انجام میدیم. میخوام بگم هدف نجات جان آدم هاست و تو این عرصه آشنایی من با خانم افشینجم هم همینطوری بود. من اصلا نه اسمشون رو شنیده بودم نه میشناختم. من فعال علیه اعدامم و خانم افشینجم یه جایی شروع کرده بود برای اینکه اسم دو نازنین، به اصطلاح نازنین رو شنیده بود، میخواست که کمک بکنه و مصاحبه های انجام داده بود، دوستان ما با ایشون تماس گرفته بودن و نازنین دنبال خود نازنین فاتحی میگشت تو زندان و پیداش نمیکرد. برای اینکه کمپین پیش بره، همونطور که گفتم، باید با طرف ارتباط داشته باشی، با خانوادهش، نمیشه همینطوری کار کرد، نمیشه، این پیش نمیره. به هر حال باش صحبت کرده بودن، گفته بودن مثلا مینا فعالیت میکنه، ارتباط داره و نازنین با من حرف زد، بچه هم معرفی کرد، من خیلی خوشم اومد. نازنین افشینجم یه دختر جوونی که تو اروپا، تو کانادا بزرگ شده، زبان کاملا اصلا انگلیسی حرف میزنه، علاقه پیدا کرده روی این عرصه کار کنه. من نمیدونم اون چپ اسمشو باید بذارم هپروت بیشتر، که خوشحال نمیشه، ناراحت میشه از اینکه یه نفر دیگه که تو این جامعه بزرگ شده علیه اعدام مبارزه میکنه. نازنین افشینجم ملکه زیبایی کانادا بود. من نمیدونم به چی دارم انتقاد میگیرن، همون موقع هم یه چیزایی میشنیدم. همینو بگم که زیاد اهمیت نمیدم به این بحث، یعنی کسایی که توی خونه های خودشون نشستن یا توی حوضچه های کوچیکی مشغوله مثلا بازی نمیدونم مارکسیسم یا نمیدونم چپ هستن، تازه اون راجع به مارکسیسم خیلی وقت حرف نمیزنه، ولی به هر حال میخوام بگم ما مواجه هستیم با یه پدیده به اسم چپ که بیشتر داره همش نهی از منکر میکنه و خودش هم هیچ کاری انجام نمیده.
من به هر حال با نازنین تماس گرفتم، نازنین فاتحی رو پیدا کردم به خاطر ارتباطاتی که داشتم و نازنین افشینجم در جریان عمل خب بالاخره دید که هم ظرفیت کار من، هم ارتباطاتی که دارم، هم تجربه‌ای که دارم. ما با هم دیگه فعالیت خیلی نزدیکی داشتیم. برای من یکی از زیباترین دوران‌هایی بود که روی یک کمپین داشتم کار می‌کردم. نازنین افشینجم خیلی با اصول بود، خیلی روی خط علیه اعدام داشت فعالیت می‌کرد، هر جا مصاحبه می‌کرد به اصطلاح یا هر کاری رو باید لازم بود انجام میدادیم و ما این کار رو پیش بردیم. تا اونجایی که بعدش هم برمیاد، خب زندگی خودش با کسی ازدواج کنه، من اصلا اون موقع این پدیده هم مطرح نبود. بیشتر اونایی که همطوری که گفتم نهی از منکر میکنن، اون موقع ایراد میگرفتن که چرا ما با هم روی کس کار میکنیم. ما نازنین فاتحی رو از زندان نجات دادیم، این خیلی مهمه. در زندان اوین همونطور که یکی از روزنامه ها نوشته بود، به اندازه‌ش پهنای شونه های نازنین فاتحی باز شد و یه زندانی رو از کام مرگ و از اینکه جمهوری اسلامی میخواست بکشه کشیدیم بیرون. این شکست جمهوری اسلامی بود. ما خیلی زحمت کشیدیم روی این موضوع و در این حال یه کتاب نوشته شده الان به زبان انگلیسی که این خودش هم در این حال پدیده رو خیلی جهانی تر مطرح میکنه. من فقط هیچ انتقادی به این وارد نمیدم. بلکه یکی از به اصطلاح فعالیت‌های مثلا خوب بود در نجات جان آدم‌ها. من دیگه نمی‌دونم چه توضیحی باید به چپ‌هایی داده بشه که خودشون هیچ کاری نمی‌کنن، همش ایراد می‌گیرن و من اتفاقا فکر می‌کنم اسم اونا رو دیگه نباید چپ، البته ما بهشون میگیم چپ‌های سنتی، چپ‌های هپرودی، چپ‌هایی که نکاری می‌کنن. تا اونجایی که سوال بعدیتون یادم رفت ببخشید میدم کوتاه جواب بدم و اونم اینه که چه با رضا پهلوی، من با رضا پهلوی توی کنفرانسی دعوت شدیم، توی کنفرانس مطبوعاتی رفتم صحبت کردم، حرف خودم رو زدم، ایشون هم حرف خودش زده. این نه مثلا تقبیح میشه کرد، نه نمیدونم مکروه به قول مسلمان ها. من اونجا صحبت کردم، اتفاقا یکی از کسانی که اونجا بود برگشت گفت که طرفدار رضا پهلوی، گفت خانم شما واقعا خیلی خوب بحثاتون رو مطرح کردین، من فکر میکنم شما بهتر شاه ایران بشید. ولی منظورم اینه که من رفتم از موضع رهبر جامعه ایران گفتم اگه من به حکومت برسم، اگه ما به حکومت برسیم این کارا رو میکنیم. ایشون هم حرف خودش رو زد و مردم قضاوت کردن، حتی طرفدار خودش گفت من از شما. این به اطلاع اتفاقی بود اونجا افتاد. ولی میخوام بگم این در این حال سیاست همینطوری پیش میره. در ادامش باید بگم من میرم برای نجات جان آدم ها با رؤسای پارلمان ها و دولت ها شرکت میکنم، باشون بحث میکنم و سیاست همینطوریه. شما میتونید مثلا تو جریان سیاست میری توی پارلمان ها، نمیدونم جلسات بزرگ. تازه من همیشه رفتم برای نجات جان آدما، همیشه رفتم اونا رو نقد کردم. مهم همینه که اون کار ما را دیده و فشار ما را دیده و مجبور میشه رئیس جمهور فلان کشور با من نشست میذاره و یا وقتی میرم برزیل واقعا مثل نماینده مردم ایران از من استقبال میکنه. من رفتم با وزارت امور خارجه برزیل کنفرانس مطبوعاتی بودم، وقتی از در اومدم بیرون دیدم 100 تا خبرنگار اونجا ایستادن، ما اونجا توضیح دادیم، دولت برزیل نظر خودشون میگه و من نظر خودمو از طرف مردم ایران دارم میگم. من نمیدونم به اینا چه ایراد انتقادی دارن، واقعا نمیفهمم. و بیشتر میتونم بگم همه اونایی که تو خونه هاشون نشستن نه کاری میکنن نه فعالیتی ایراد میگیرن. به جالب اینه که رئیس جمهور ایرانی وقتی که رفت اونجا واقعا هیچ کسی استقبال نکرد و یک افتضاح سیاسی بود. دقیقاً من یه چند روزی فکر کنم بعد از احمدی نژاد رفتم اونجا، اتفاقا اونایی که اومده بودن تو همون فرودگاه گفتن که استقبالی که از شما داره میشه بیشتر از احمدی نژاد. به هر حال این اتفاقی بود. اجازه بدید یه مقدارم صحبت بکنید سر کیس خانم سکینه محمدی آشتیانی. خوشبختانه نازنین فاتحی از زندان اومد بیرون و بازم یه خوشبختی هستش که با کمپینی که شما رو انداختید سکینه محمدی آشتیانی حداقل از سنگسار نجات پیدا کرد و به طور دوفاکتو الان دیگه تو ایران کسی رو سنگسار نمیکنه. حالا نظراتشون رو بعدن عوض بکنه جای دیگه ای داره. دوستشان یه مقدار راجع به کسی سکینه محمدی آشتیانی، واقعا یک قدرت نمایی بزرگی بود در مقابل جمهوری اسلامی. فاکت که عواملی که تو این کیس مؤثر بودن و به هر جهت کاری که شما کردین، این کمپین جهانی بود دیگه، که مقدار راجع بهش صحبت. شاید یکی از عوامل به نظر من این بود که این کیس بعد از اتفاقات سال 88 در ایران بود. به نظر من فضا خیلی عوض شد تو دنیا، چون که میلیون ها جوان رفتن تو خیابون اون موقع و آدمی مثل ندا که خیلی
غربی لباس پوشیده بود و بعد زندگیش و اینا رو یه مقدار مطرح شد در سطح بین المللی، نشون دادن که اون اعتراضات در بر علیه جمهوری اسلامیه و در این حال یه نسل جوان اومده که تکلیف اون حکومت رو به درجاتی روشن کنه. و در این حال به نظر من یکی از فاکتورهای دیگه موفقیت کمپین سکینه این بود که علاوه بر اون چیزایی که همیشه ما مراعات میکنیم، عکس باید داشته باشیم، ارتباط با خانواده باید داشته باشیم، اخبار دقیق باید به دست بیاریم، این کس کسی سنگسار بود و ما قبلا هم علیه سنگسار خیلی کمپینا انجام داده بودیم، یه جورای پله های ایجاد شده بود که آماده سازی بشه. ولی یه فاکتور بی نهایت مهم وجود اینترنت و ارتباطات بین مردمه. به نظر من واقعا دنیا داره جلو میره و این امکان ارتباطی خیلی به ما کمک میکنه کمپین ها رو خوب سازمان بدیم. در هر حال ما از طریق با استفاده از تمام این امکانات که در این حال پسر خانم آشتیان هم کمک میکرد، به نظر من یکی از بزرگترین کمپین ها رو در دنیا سازمان دادیم. توی یک روز در 110 شهر دنیا ما تظاهرات سازمان دادیم. خود مردم از کشورهای مختلف تو این کمپین خودشون رو سهیم و شریک دونستن. یه فاکتورم این بود که من کاری کرده بودم که ما ارتباط از نزدیک داشتیم، مصاحبه می‌کردیم با خود آشتیانی تو زندان و مطرح می‌کردیم. در هر حال این کمپین خیلی بزرگ بود، خیلی گسترده بود، مجبور شد دولت‌ها رو وادار کرد که نظر بدن و به نظر من جمهوری اسلامی رو مضحکه خاص و عام کرد در دنیا. اینکه احمدی نژاد میره توی یه کنفرانس مطبوعاتی ازش می‌پرسن و میگه سکینه اصلا محکوم به سنگسار نشده، اینکه هر کدومشون اومدن یه حرف زدن، واقعا پوزه جمهوری اسلامی به خاک مالیده شد. من واقعا افتخار میکنم به این مسئله و فکر میکنم که تأثیر خیلی زیادی داشت این کمپین در ممنوعیت دو فاکتور سنگسار در ایران. بله، این جنبش علیه اعدام من فکر نمیکنم کسی بتونه اسم شما رو نادیده بگیره. جنبش اعدام واقعا علیه اعدام با اسم شما گره خورده. اینا دیگه من تو مصاحبه زیادی دیدم که به هر جهت از اسم شما یاد میکنن. دوست داشتم یه مقداری شما به هر جهت تو این مدت صحبت کردی، ولی عمدتا رو مسئله سنگسار بود. دوست داشتم یه مقدار از تجربیاتتون و اینکه جنبش علیه اعدام الان کجا وایستاده یه مقدار راجع به این صحبت میکردی. متاسفانه جمهوری اسلامی کماکان خب خیلی اعدام میکنه. اینکه جنبش علیه اعدام یه چهره داره، الان تصویر هست و خیلی تجربیات داره، خیلی ها ما نجات دادیم و تأثیر داشته در اینکه حتی جمهوری اسلامی دست به عصاتر رفتار کنه، ولی با وجود این حکومت اسلامی خیلی اعدام میکنه متاسفانه. و من فکر میکنم ولی یه جنبش علیه اعدام در ایران به صورت خیلی گسترده وجود داره که باید بهش توجه کرد. این جنبش جلو اومده، مثلا جنبش خانواده ها، اینکه جلوی بیت رهبری تجمع میکنن، اینکه تومار اعتراضی جمع میکنن، اینکه راجع به این مسائل حرف میزنن. ببخشید من یه آب بخورم. همه اینا تأثیر داره در اینکه مردم در ایران خودشون رو سهیم و شریک کردن در مبارزه علیه اعدام. بله، اجازه بدید یه مقداری به فعالیت دیگه‌تون بپردازیم. شما یکی از فعالین جنبش برای رهای زن هستید و اخیراً یه نهادی به همراه کیوان جاوید و خصوص مریم نمازی اعلام موجودیت کرده به نام فتنه جنبش برای رهای زن. اینو یه مقداری برای توضیح بدید. ببخشید. ما به همراه مریم نمازی این یه نامه نوشتیم، فرستادیم برای خیلی از سازمان‌ها و نهادها و گفتیم که می‌خوایم در رابطه با مسئله زنان در ایران و در خاورمیانه کار کنیم. واقعیت اینه که در کشورهایی که مثلا قوانین اسلامی هست یا حکومت‌های اسلامی هست، زنان خیلی تحت ستم هستن و خیلی اعمال زور میشه براشون. و ما سعی کردیم از طریق نهادی که اسمش هم گذاشتیم فتنه، که در حقیقت یه جوری هست که داریم میگیم که مثلا اسلام و قوانین اسلامی زنان را فتنه حساب میکنن، سعی کردیم یه جوری مثلا این به اصطلاح مقاومت رو نشون بدیم در کشورهای مختلف. این نهاد با امضای تعداد خیلی زیادی شخصیت جهانی اعلام موجودیت کرد و از جمله مثلا ریچارد داوکینز امضا کرده، تسلیم نسرین امضا کرده، یا شاهین نجفی این را امضا کرده. ولی بیشتر می‌خوایم رو به ایران فعالیت کنیم، جنبش زنان در ایران را سازمان بدیم و هدفمون این هست که واقعا صدای زنان در ایران را در دنیا منعکس کنیم.
دوست داشتم من فکر کنم یه وقت باشه یه مقدار دوست داشتم یه مقدار راجع به نهاد اکس مسلم که به نظر میاد یه نهادی که خیلی جنجال را انداخته، خیلی انتقاد کردن. خیلی مختصر چیه نهاد اکس مسلم چیه و هدفتون از این نهاد چیه؟ اگه صدام اجازه بده چون تارهای صوتی میذاره ناراحت ممکن نتونم تا ادامه بدم، ولی به هر حال تا اونجایی که به نهاد اکس مسلم برمیگرده، این سازمانی هست که ما اساسا در کشور آلمان من این رو به اصطلاح بنیانگذاری کردم و هدفمون این بود که ما یه دفعه توی اروپا مواجه شدیم با اینکه سازمان‌های اسلامی در اروپا شروع کردن به فعالیت کردن و یه جورایی مثلا دولت‌ها هم دارن میگن که مردمی که از ایران و عراق و افغانستان اومدن مسلمون هستن، یه مهر مسلمون بهشون زدن و اینا رو تحویل سازمان‌های اسلامی میدن. بعد با سازمان‌های اسلامی نشست می‌ذارن، مثلا در آلمان اسمشو گذاشتن کنفرانس اسلام و ظاهرا در مورد انتگراسیون یا سرنوشت این آدما دارن با اونا حرف میزنن. من در مقابله با این حرکت و با دوستان آلمانی من صحبت کردم، یک کمپین اعلام کردیم و گفتیم که علنا اعلام میکنیم که از اسلام دست کشیدیم و علنا اعلام میکنیم که دیگه مثلا به اصطلاح مسلمان نیستن این آدمایی که این نهاد را اعلام کردن. هدفمون اساسا این بود که هم علیه این روند همکاری با سازمان‌های اسلامی ما مثلا یه مقاومتی رو سازمان بدیم و همین که در این حال چون سازمان‌های اسلامی یا احزاب اسلامی یا جنبش اسلامی اساسا اعلام میکنه کسی که از اسلام دست بکشه مرتده و میشه کشت این رو حتی تو کشورهای اروپایی هم بعضن این مشکل پیش میاد، به این معنا ما یه کمپینی رو اعلام کردیم، یه نهادی رو اعلام کردیم که بگیم که هم علنا به اصطلاح این دست کشیدن از اسلام رو اعلام میکنیم و این رو این سنت رو میشکنیم که آدما بترسن این رو بگن، در این حال یه سازمانی اعلام میکنیم که از حقوق میلیون ها بشری که از کشورهای اسلام زده فرار کردن تو اروپا زندگی میکنن دفاع کنه. اینا آدمن، اینا هویت های مختلفی دارن، نمیشه مهر مسلمون بهشون چسبون، نمیشه اینا را تحویل مسجد و منبر داد. خیلی از اینا از دست مسجد و منبر فرار کردن اومدن تو کشورهای اروپایی. سازمان اکس مسلم اساسا پرچم این هست که این مردم هویت اصلیشون انسان بودنشونه و هیچ سازمان اسلامی نمیتونه سوار سر اینا باشه. آخه نمیدونم تو کانادا چه جوری هست، کشوری که شما توش زندگی میکنید، ولی تو اروپا که من از نزدیک در جریان هستم مسجد درست میکنن به اسمی که انتگراسیون داریم پیش میبریم، مردم رو مثلا زنها رو حجاب تحمیل میکنن به سرشون، نمیدونم قتل ناموسی اتفاق میفته، میگن این فرهنگشونه. اکس مسلم اساسا جوابیه به این پدیده ها توی اروپا. مرسی مینا علی، شما از رهبران حزب کمونیست کارگر ایران هستید و دوباره منتقدین شما میگن، اونایی که خیلی خوشبین هستن البته، میگن این کارهایی که شما میکنید نهایتاً مبارزه علیه اعدام، علیه سنگسار و حتی مبارزه برای جنبش برای رهایی زن، اینا کار دموکراتیک هستش. شما یک حزب کمونیست کارگری، پس مبارزه طبقاتی چی میشه؟ به نظر من این در این حال بازم مثلا نامربوط بودن این آدما، این جریانات و این احزاب رو به دنیای واقعی سیاست نشون میده. برید تو ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی یه انقلاب شد قبلا تو ایران، نسل من تو شرکت کرد، حکومت شاه ما انداختیم، یه حکومت دیگه اومد برای دفاع از سیستم، برای سرکوب انقلاب، برای دفاع از سرمایه داری توی اون جامعه، اسلام و نمیدونم قرآن رو دست خودش گرفت و کشت و زد و نسل ما رو نابود کرد و بعد گفت زن بشر نیست. من نمیفهمم یه سازمان سیاسی که اسم خودش رو چپ اعلام میکنه و این عرصه های مبارزه رو جدی نمیگیره. حکومت اسلامی در ایران در دفاع از سرمایه داری، در شکستن یک انقلاب، در سرکوب جوانا اونجا گفت که به پرچم، همینطور که میگم به پرچم اسلام چسبید، نابرابری زن و مرد رو قانونی کرد، اعدام را توی اون جامعه مشروعیت داد و غیره و غیره. کسی که این عرصه های مبارزه را نبینه، کسی که با حکومت چالش نکنه و فقط بره در اندر وصف مبارزه طبقاتی شعر بنویسه یا انشا بنویسه، اونه که اصلا ربطی به مبارزه طبقاتی نداره. من دارم در ایران علیه یک حکومت مبارزه میکنم،
من دارم در ایران علیه حکومتی مبارزه میکنم که به اعدام تکیه داده، علیه حکومتی مبارزه میکنم که زن رو آدم حساب نمیکنه، سرکوب میکنه زن رو برای اینکه اون جامعه رو سرکوب کنه، سرکوب میکنه زن رو برای اینکه حمله کنه به همه مردم و در این حال به طبقه کارگر، به مبارزاتی که تو اون جامعه است. میخوام بگم که خیلی ها مبارزه طبقاتی رو نمیفهمن وقتی این حرف رو میزنن. شما نگاه کنید در اثر مبارزاتی که مثلا من نوعی علیه سنگسار، علیه اعدام، علیه بیحقوقی کردم، جمهوری اسلامی تضعیف شده، آیا این به نفع مبارزه طبقاتی توی اون جامعه بوده یا به ضررش؟ ما در این حال باید توجه کنیم بخش بزرگی از طبقه کارگر زنها هستن. در این حال باید توجه کنیم اگه در مورد طبقه کارگر یه داخل این اتیکت رو چسبوندن به سینه خودشون، در مقابل من میستن کسی که نه کاری کرده، نه کسی رو نجات داده، نه تو اعتصاب کارگری شرکت کرده. ولی میخوام بگم که حتی در مورد اعدام هم حرف میزنیم، بچه های کارگره و زحمتکشه رو دارن تو اون جامعه اعدام میکنن و از طریق اعدام دارن مشروعیت میبخشن به یه نظامی که به سرکوب و استثمار و ستمگری تکیه کرده. من مبارزه طبقاتی رو یه جور دیگه میفهمم، اونا یه جور دیگه طبعا، و به نظر من کسی که میخواد قضاوت کنه باید به نتیجه کار ما و به پراکتیکی که انجام دادیم تکیه کنه و ببینه. به نظر من خیلی از احزاب دیگه مثلا اپوزیسیون یا حتی جنبش هایی مثل جنبش راست پروغرب یا جنبش ملی اسلامی یا جنبش هایی که وجود دارن، آدم میتونه نگاه کنه ببینه دستاورد های کارشون، نمیدونم نتیجه کارهایی که انجام دادن چیه. تا اونجایی که به من برمیگرده، به نظر من کارهایی مثل این مبارزه علیه اعدام، علیه سنگسار، در دفاع از حقوق زنان، عرصه های مختلف مبارزه طبقاتی در ایران، نبرد در دفاع از حقوق انسانی، در دفاع از حقوق کارگرا توی اون جامعه هست و من واقعا افتخار میکنم که توی این عرصه ها سالهای سال فعالیت کردم، مبارزه کردم. حزب کمونیست کارگر ایران این فعالیت را کرده و اتفاقا کمونیستی ترین فعالیت هاست که داریم انجام میدیم. اگر علیه اعدام، علیه سنگسار، علیه بی حقوقی زنان و در دفاع از حقوق کارگرها توی اعتراضات مختلف داریم شرکت میکنیم، ما یه جنبش وسیعیم توی ایران. اینو هم میخوام تاکید کنم، اینطوری نیست که فقط تو خارج کشور باشیم. این یه جنبش، مثلا در مورد اعدام یه سرش تو ایرانه. مهوش الاسفندی کسیه که بچه‌هاش رو وقتی اعدام کردن میره در مقابل خامنه‌ای حرف میزنه، درست مثل من حرف میزنه. خیلی برای خودم جالبه، اینطوری نیست که تو خارج با من ارتباط داشت. اون یه جنبشه در داخل ایران و ما داریم اون جنبش رو نمایندگی میکنیم، جهت میدیم بهش، پیش میبریم و در این حال سهم داشتیم در تشکیل یا به اصطلاح ایجاد پیش برده اون جنبش در ایران. بله. مینا حدید، چند دقیقه به پایان برنامه نمونده. ما برنامه منو با دقایق اول سخنرانی شما در اون کنفرانس معروفه زنانی که دنیا رو مسحور کردن شروع کردیم و دوست دارم اینجا لحظات پایانی اون سخنرانیتون رو بشنویم. اجازه بدید از اتاق فرمان بخوام آخرین کلیپ نوار پنجو بذارن، بعد من سوال آخرمون از جنبندی رو ازتون میپرسم. خواهش. پایان وقت سخنرانی خودم رسیدم. شما در آغاز سخنرانی عکس منو دیدید، یک دختر جوان، یک زن با آرزوهای فراوان، با امیدهای فراوان. اینجام این عکس رو میبینید. 33 سال قبل من اینطوری بودم و الان شما میتونید از من یه عکس بگیرید. من همچنان امیدوارم، خیلی امیدوارم. بعد از انقلابات در کشورهای مختلف در 2 سال اخیر، حکومت‌های دیکتاتور و طبعا حکومت اسلامی ایران در سراشیبی سقوط هستند. من فکر میکنم همه انسان‌ها باید زندگی بهتر داشته باشند. به ویژه زنا میتونن زندگیشون رو بهبود ببخشن. من در ایران حکومتی را آرزو میکنم که مذهب رو از دولت کاملا جدا نگه داره. من آرزوی یک حکومت سکولار و انسانی رو در ایران دارم. یک ایران که با دنیا رابطه آزاد و علنی داره. ایران بدون سلاح اتمی. ایرانی که نمیخواد اسرائیل رو از نقشه پاک کنه. من در آرزوی ایرانی هستم بدون اعدام، بدون سنگسار، یک ایران مرفه و آزاد، و من در آن ایران خودم رو کاندید خواهم کرد. من میخوام اضافه کنم که در ایران یک جنبش عظیم مدافع حقوق زن وجود داره، یک جنبش قوی مدافع سکولاریسم، یک جنبش بزرگ مدافع حقوق انسانی و انسانیت. انقلاب در ایران از نظر من زنانه خواهد بود و من و زنانی همچون من چهره این انقلاب هستیم. با تشکر.
خب شما تو این سخنرانی گفتید که خودتون رو کاندید میکنید، منتها نگفتید که برای چه مقامی خودتون کاندید میکنید. اینو عادی فکر بکنید که واقعا الان جمهور اسلامی سرنگون شده، یک ایران آزادی ما داریم و شما میتونید برای ریاست جمهوری خودتون رو کاندید بکنید و تلویزیون در اختیار شماست، در با بینندگان 3 دقیقه فرصت دارید که بگید چرا مردم ایران باید به شما رأی بدن برای شغل مقام ریاست جمهوری و نکات صحبت‌های آخریتون در این مصاحبه. خب طبعا وقتی شما میگید که حکومت اسلامی سرنگون شده، اون موقع باید خودم رو کاندید مثلا معرفی کنم، یه کمی فرق میکنه با الان، چون یه بحث این هست که مثلا الان شخصیت نداره ایران، این بحث رو هی مطرح میکنن، کی میخواد بعد از رفتن جمهوری اسلامی احمدی نژاد و رفسنجانی ریاست جمهوری اون کشور رو یا به اصطلاح تو اون کشور قدرت رو در دست بگیره، که من خیلی جاها تو کنفرانس های مختلف میرم میگم که ما هستیم. خیلی ها این بخشی از زدن چپ ها هست. قبلا میگفتیم حکومت، میگفتن چپ کی میتونه حکومت کنه، الان هم میگن کدوم چهره. من اون تو اون کنفرانس ها میگم، الان هم میخوام بگم که من چهره مثل من، شما منو مقایسه کنید با آدمای دیگه که 30 سال توی اون جامعه حکومت اسلامی اومده سر کار، آدمی مثل من مدعی هستم که علیه جمهوری اسلامی مبارزه کردم، از اول در دفاع از حقوق انسانی حرکت کردم، من از اول گفتم زن بشره باید برابر باشه با مرد، از اول اعلام کردم استثمار نباید باشه، تمام امکانات اجتماعی توی اون جامعه باید در اختیار همه باشه، انسان‌ها باید آزاد باشن، جلوی دهن کسی رو نباید گرفت، آزادی بیان باید وجود داشته باشه. این حرفا رو زدم، نه فقط زدم بلکه مبارزه کردم در دفاع از اون، شب و روز دوندگی کردم، جان آدما رو نجات دادم، نه فقط در ایران در دنیا تاثیر داشتم، علیه سنگسار بودم، گفتم هیچ کس اجازه نداره به هیچ بهانه آدما رو بکشه و این مبارزات انجام دادم برای اینکه مردم آزاد و راحت زندگی کنن، برای اینکه این تداوم پیدا کنه، برای اینکه واقعا بتونم عملی کنم و نون تو سفره همه آدما بره، میتونم به حکومت میشه رسید، باید به حکومت رسید، باید قدرت رو در دست گرفت و باید این رو اجرا کرد. در این حال این فرصت نیست، ولی آخرین حرفی که میخوام بزنم همینه که حکومت اسلامی با بیشرمی تمام زنا را توی اون جامعه آدم حساب نکرد، با بیشرمی اعلام کرد خون من کم ارزشتر از خون یک مرده، و الان وقتی تعدادی از زنا رفتن تو همون مسحکه انتخاباتی حکومت اسم نویسی کردن، بیشرمانه یکی از اون مقاماتشون، نمیدونم کدومشون بود، مال شورای نگهبان اومده گفته طرف رو به ده راه نمیدادن، دنبال خونه کت خدا رو میگرفت. باید توف انداخت رو سر این حکومت و تو صورت همون کسی که این حرف رو زده، کسی که واقعا جرأت میکنه تو قرن 21 که بشر این همه پیشرفت کرده، زنا این همه تو دنیا و تو خود ایران زنا دارن مبارزه میکنن، اومده رو در روی ما زنا میسته میگه تو رو آدم حساب نمیکنم. دقیقا توی اون جامعه میخوام حکومت آتی رئیس جمهورش یه زن باشه. این جوابیه به تمام هم اونا و هم عقب مونده ها و هم کسایی که با اونا همکاری کردن. من سالهاست مبارزه میکنم، نه فقط با جمهوری اسلامی، با خیلی از اراذل و اوباشش که ازش دفاع میکنن، با جنبش دوم خرداد. من میرم کنفرانس برلین، ما میریم کنفرانس برلین، میگیم خاتمی رفرمیست اعلامش میکنید، سنگسار میکنه، جنایت میکنه، این شایسته بشر نیست توی این قرن، میان به ما حمله میکنن اکثریتیا و حزب توده ای، اینا انتخابات میذارن، یه بار خاتمی اینا میرن به سرد، همین الان خجالت نمیکشن، مقاله مینویسن از رفسنجانی دفاع میکنن، میگن باید رفت تو انتخابات شرکت کرد، واقعا شرم باید کرد، شرم. رفسنجانی کسیه که 8 سال توی قدرت بوده، هزاران نفر زیر دست اون کشته شدن، یه جنایتکار، یه چپاولگر، یک دزد، یک قاتل، بعد میان ازش دفاع میکنن. مردم در ایران، شما الان مطرح کردید که بعد از جمهوری اسلامی سرنگون بشه، من رو روی مردم ایران میستم میگم شما مبارزه کردید 30 سال با یه حکومت، نشون دادید انسانیت عمیقی رو نمایندگی میکنید، شما شایسته این هستید که در رفاه، در آزادی، در برابری کامل زندگی بکنید، شما شایسته این هستید از نعمتهای این جامعه برخوردار بشید و منو انتخاب کنید. کسی که از این حرفا زده 30 سال دوندگی کرده و میخواد این رو عملی بکنه. مینا حدید، با تشکر از حضورتون در این برنامه و خسته نباشید، و بینندگان عزیز با تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید، من محمد کاظمی هستم به اتفاق همکارم آرش ناصری، براتون
شب و روز خوبی را آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.